سلام و وقت بخیر به برنامه آوند خوش آمدید اعتراض ها نسبت به تقلبات در انتخابات 24 م جوزا هر روز شدت میگیرد اما آیا واقعا این انتخابات نتیجه خواهد داد؟ یا نه انچنانکه که زمزمه های دیگر در پشت پرده وجود دارد همان عملی خواهد شد سناریوی دیگر همچنان در کار است تشکیل اداره موقت و به قدرت رسیدن گروه سیومی که نه از تیم دکتر عبدالله عبدالله باشد و نه هم از تیم دکتر اشرف غنی احمدزی در برنامه امشب آون به بررسی همین موضوع میپردازیم مهمانانی که دعوت ما را پذیرفتن و در بحث امشب شرکت کردند خانم فتانه گیلانی رئیس اجتماع زنان افغانستان آقای اجمل زده، عضو ستاد آ... آقای اجمل زده، عضو تیم اصلاحات و همگرایی آقای احمد فرزان کارشناس مسائل سیاسی و همچنان آقای مولایی عبدالخبیر معاون حزب جنبش با ما هستند مهمانان بسیار خوش آمدید آقای زده، واقعا اعتراضاتی که از چند روز به این طرف شروع شده و امروز هم نسبت به روزهای گذشته اوج گرفت آ... فکر میکنین که نتیجه بتا تعیایی که تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات را نسبت به نتایج انتخابات یا شمارش آرا تغییر بده؟ بسم الله الرحمن الرحیم سلام به شما مهمانان عزیز در بس و بیننده های عزیز تلویزیون شما اتفاقا موارد و موضوعات را که شما در مقدمه هم اشاره کردین از سالها قبل به این طرف برنامه ریزی روش جریان داشت و یک زمان بود که ما نسبت به ای حرکت ها اطلاعات حاصل کردیم و در یک کنفرانس مدباتی که زمان ما در جامعه مدنی فعالیت داشتم بیرون شدیم و رد کردیم شکلگیری حکومت موقت و یا برنامه هایی که بدیل از بر انتخابات افغانستان برنامه های زیاد وجود داشت قانون نباید تصویب می و بعد کمیسیون ها انتخاب نمی و بالاخره تا بالاخره ما به با مرحله رسیدیم که دور اول انتخابات گذشت و دور دوم سپری شد اما مهم است که به اعتراضات شما اشاره کردین اعتراضات زمان اوج گرفت که کمیسیون ابتدای ترین اشتباهش را به کار برد او زمانی بود که در یک کنفرانس مطبوعاتی که هنوز انتخابات جریان داشت و در بسیاری از ولایت انتخابات خاتمه پیدا نکرده بود رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در یک کنفرانس مطبوعاتی حاضر شد و اعلام کرد که حدوداً هفت میلیون نفر و در یک مصاحبه دیگه بیش از هفت میلیون نفر پای صندوق های رای رفتن و رای دادن اما اطلاعاتی که در دسترس ناظرین ما قرار گرفته بود و آرای که در دسترس ناظرین ما قرار گرفته بود نشان میداد که با توجه به تقلب هایی که در بسیاری از ولایت سازماندهی شده بود و افراد اشخاص منظم صندوق ها را به نفع یک کاندید مشخص پر کرده بودند حدودا 5.5 تا 6 میلیون نفر پای صندوق رای رفته بودند و رای داده بودند کمتر از او با لحاظ اینجا بود که اعتراضات بیشتر شد و مردم افغانستان فهمیدن که در اینجا کدام برنامه روی دست گرفته شده و کمیسیون مستقل انتخابات و یا کمیسیون رسیدگی به شکایت انتخاباتی جمعا با حکومت برنامه روی دست داره که اگر بتونه انتخابات را به بنبست مواجه است اما ای که این اعتراضات نتیجه داره و یا نداره یک بحث مهمی است که زمانی که شهروندان افغانستان پای صندوق های رأی میرن و رأیشان را به نفع دموکراسی به نفع حاکمیت قانون و به نفع برنامه های کاندیدا استعمال میکنند که هر کاندید برنامه های مشخص را در رابطه با صحت در رابطه با موارد در رابطه با امنیت در رابطه با تحصیلات و سایر موارد داشت و حفاظت از قانون اساسی افغانستان شهروندان اعتماد میکنند پای صندوق های رأی میرن و به خاطر این برنامه ها رأی میتن اما در یک زمان است که حکومت افغانستان با برنامه های مشخص را روی دست داشت ولاقه نداشت که این گزار سیاسی به گونه درستش انتقال پیدا بکنه و این گزار سیاسی بدور از جنجال و بدور از مشکلات خاتمه پیدا بکنه راهکارهای دیگه را برنامه ریزی کرد و تلاش کرد که انتخابات را به بنبست مواجه بسازه که امروز ما شاهد این حرکت ها هستیم با لحاظ این حرکت ها چی از طرف تیم دکتر سبب چه گاه وقت اگر تیم دکتر سبب اشرف هم ادعایی داشته باشند اعتراضات داشته باشند این اعتراضات اعتراضات مشروع به خاطر پاک کردن آرای تقلبی و به خاطر دست داشتن کمیسیون مستقل انتخابات در تقلب های سازماندهی یافته شده از یک طرف و از طرف دیگه هم دخالت حکومت افغانستان در امور انتخابات است با اول احساس بس مایی است باور مایی است که مردم افغانستان از رایشان حمایت خواهد کرد افاظت خواهد کرد و بدون شک اگر بزرگان استادگی بکنن اگر رهبرای سیاسی افغانستان استادگی بکنن دفاع بکنن از دموکراسی دفاع بکنن از انتخابات دفاع بکنن از ارزش های دموکراتیک در افغانستان مطمئنا که انتخابات پیروز خواهد شد مردم افغانستان پیروز خواهد شد و این اعتراضات برحقشان عملی خواهد شد و یا پاسخ خواهد گرفت و در نتیجه پیروزی از به نفع دموکراسی و به نفع انتخابات اما اگر این اعتراضات به شکست مواجه میشه به این اعتراضات گوش شنوایی دریافت نمیشه و این اعتراضات را کسی جدی نمیگیره در روز زمان است که بعد باز بحث های شما مطرح کردین و موارد دیگه مطرح کردین که در صحبت های آینده مشروش بس تشکر سپاسگزار هستیم آقای فرزان آنچه که بحث اعتراض ها شکل میگیره فکر میکنین که کمیسیون و مستقل انتخابات اندک هم ارج خواهد کرد به این اعتراضات که حالا جریانون دا در جاده‌های کابل او برخ ولایات دیگر بسم الله الرحمن الرحیم ته سلام او احترام په وند کول سر تاسو د نومیل منو ته او ټول ژوند کو او ردم کته به له شک چې د ریاست جمهوری د 3 زل انتخابات هم لمړی دور او هم دوهم دور د خلکو په ګډون سره په افغانستان د خلکو لپاره یو ستر بریا لیتوب او د افغانستان ا انتخابات او د انتخابات د ملي پروسه چې مخکې څه توقعات دیر نو چې کوکه دیر به خلک اشتراک پکښ کیو نه کیه ما خلکو اشتراک پکښ کیو کې په مجموعي موافقيته او موافقيته مو باید دا وستایو د افغانستان د خلکو بریا لیټوب یا د افغانستان بریا لیټوب یا دیموکراتي او د دی انتخاباتي پروسه بریا لیټوب لدې سره مانوت نه دیچه احمد هارومرو چوکیکشین یا محمود مهمه دا ده چې افغانستان خلکو د خپل سرنويشت ټاکلو لپاره او د هغه مشکلات او ستونزو چې په روزمره ژوند کې د افغانستان خلکو سره مخامخ دي کله نامني صف پازاب دي کده بیکاری سره او که عدالت د نشټوال څخه د قانون د نشټوال د حکومت د نشټوال څخه او یا توقعات لري خلک په خپل ژوند کې لا هم ډیر مثبت تغیرات راسي او یو سالم اداره په وجود راسي فصاحت پکې کې نه وي کار احلي کارت پکې کې وځ په لاره کې د خلکو لپاره ډیر خدمات ایراسي خونه مګلاني واقعا نقش سازمان ملل میټونه که حالا به سه تشکیل حکومت د افغانستان شبکه بر امو اساس آرای مردان باشه یا اگر اینگونه بپرسم که نقش سازمان ملل در انتخابات افغانستان و در نتیجه انتخابات افغانستان چی خواهد بود؟ بله آه. بسم الله الرحمن الرحیم درود بر روان پاک تمام شهدای از هفت سار تا به در افغانستان شهید رویشان شاد باشه سلام اترام به شما برای های محترم در میز و بینندای محترمتان شاداب محترم شما بسیار زیاد به یک سوال یا به یک مسئله بسیار مهم و سرنوشتاز افغانستان اشاره کردید و ما هم میخواییم که بسیار صادقانه بر شما جواب بدم به خاطر از اینکه ما نفر فلانی احمد محمود نیستم ما کسی هستم که بر ما تمام قربانی که ملت داد از کودتای هفت سال تا به امروز او زیاد قیمت خون جان افغان ها ارزش داره از اینکه دل احمد محمود خوش کرده من بر ارتباط نقش سازمان ملل متحد نقش سازمان ملل متحد در مسئله افغانستان از زمانی که اروپا در افغانستان شکست خوردن که یک تیداد جوان ها را ما برشان بگویم یک تیداد اولاد های خدا میخواییم برشان بگویم یک تعداد دخترای جوان رو میخواییم برشان بگویم اونایی که در امی جنگ ها تولد شدن در جنگ ها کلان شدن مطالعه از بسیار گپا و بوزی ها ندارن میخواییم به اونا بگویم و بر بعض رسانه ها بگویم که نقش سازمان ملل متحد بعد از شکست و روسا در افغانستان هیچ اف برای خیر افغانستان برای نجات افغانستان متاسفانه اونمو قسم که نقش بنام سوان در مسئله زمانی که مجاهدین به پیروزی کامیابی رسیدن زمانی که مجاهدین ملت مسلمان افغانستان اما سافرین در سطح جهان و سزاوارشان امی بود که باید برن به طرف صلح ها زندگی کنن زندگی با حیثیت بایزت داشته باشن ولی در اثر بازی های نادرست سازمان ملل متحد افغانستان گپش بین تر یک جایی رسید ببینین من میخوایم چند چیز اشاره کنم کسایی که همسنم هستن کسایی که در این بازی ها و سیاسی ها بودن اونا شاید گپ ما بفهمن شاید بعض جوان ها معذرت میخواهیم مثل شما که جوان هستین شاید نفهمین یا شاید مطالعه داشته باشین بفهمین وقتی که اروسا از افغانستان شکست خورد امی از راست مجدیدی میگفتند که ما بعد از دو ماه یا سه ماه داخل افغانستان میشیم حکومت دکتر نجیب را شکست میده سقوط می اما متاسفانه که در بین رهبرای جهاد ایچ ماهنگی و یک برنامه منظم نبود اونمو بود که هم آیسای هم ارکس ار، از هر ار طرف استفاده خدا کردن یک مثلا مسئله دومی که اونا رهبرای مجاهدین بسیار زیاد خوش هم بودن و علاوازی که برنامه منظم نداشتن و دیگه ای که به نام سوان او وقت نماینده خاص ملال متعید بود نماینده خاص ملال متعید در مو زمان گای پیش ده پشاور محمد یک چیز میگفت پیش حکومت دکتر نجیب یا پیش نجیب دکتر نجیب میرفت دیگر چیز میگفت و, همیش هم می همی توف می 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 و همیشه همراه دکتر نجیب میشه خوب غذای های افغانستان میخورد خوب توفه های می میگرفت حتی میگن که پول می میگرفت و همیشه در این رقم یک بازی قرار داشتند و تا به سوی شد که نه دکتر نجیب نجات پیدا کرد نه بعض سران مجاهدین و به خاطر از اینکه بعض از مجاهدین سران مجاهدین و از افراد از آزاد مستقل در وقت این فکر بودند که اگر دکتر نجیب الله به یک مفقه با مجاهد، سران مجاهدین مجاهدین برسد که این انتقال قدرت بدون خونریزی انجام بیافت اینه به ای خاطر گفتم ولی اینمی دست نیست ناپاک ناپاک نادرست ملل متحد بود که افغانستان به اینجا کشید اونجا دل دکتر نجیب خوش بکرد اینجا از رهبر ها و پولیش رهبر ها هم برنامه نداشتن بسیار شدید رهبر های مجایدین بعضشان زیر تاثیر آیسای بودن و اون اون بود که مجایدینی به کابل آمد و بسیار زیاد احساساتی بدون از یک امرو دیگر رهبر سلامش بره کنن رفتن به کابل آمدن و در کابل که رسیدن زندان کردن یک کار کردن دیگر کار کردن برنامه که جنگ های داخلی دشکر. و امروز هر کس و ناکس هر کس و ناکس میایم نه یک چیز شاداد جان ما میخوایم میره به این خاطر بگویم افغانستان آنچه که به زعم خودشان از بحران نجات بتن اگر ما چرا ایره قدر زیاد یعنی با, با سلامندی یاد کردم گفتم به خاطر از اینکه مردم ما گوشایشون باز ببینن بی که این سازمان ملل متحد عاشق روی افغانستان افغان ها نیست اگر سازمان ملل متحد مدیریت می داشت، صادق می بود چرا اما انتقال قدرت که باید بدون خونریزی صورت می گرفت او را انجام نداد از این خاطر می خواهیم که بگویم که مردم ما باید بفهمن خب با، ما فکر می که سازمان ملل متحد هیچ وقت نقش خوب بازی نکرده اگر بازی میکرد در, در زمان مجاهدین و اگر بازی میکرد ببخشین امه. در زمان طالبان اگر بازی میکرد نقش کامیاب بعد از 11 سپتامبر امی ملل متحد ناکام بود که در در کنفرانس بن اول ما پیشنهاد کردیم که چرا طالبا یا حزب اسلامی در کنفرانس بن اول نیست به خاطر ملل متحد چی کنه اونو دو گروه بیرون ماندن و امروز جنگ 13 سال در افغانستان جریان داره و خون افغان ها میریزه خون بچهای افغان میریزه زیر نام جنگ القاعده زیر دشتر. نام یک جنگ نامقدس به او خاطر است ما بسیار مزرعت میخوایم با مردم افغانستان میخوایم بگویم پس سیاستین افغانستان میخوایم بگویم که اگر نقش می کنه بازی میکنه ملل متحد بازی از این ملل متحد نخورند دوابین مملکت مشتن امرای افغانایی که سالم هستند خوب سالم فکر میکنن اونها سر کار ندارن اونها هم اون مرجای خاص خود دارن به او خاطر است که ملل متحد باید مردم افغانستان با بگیرن و قسم رفتار کنن که امرای سرشان سرشان بازی نکنه سپاس آقای خبیر آنچه که مهم است این است که آقای عبدالله از کمیسیون مستقل انتخابات خواست که روند شمارش را متوقف بسازن اما کمیسیون شکایت انتخابات هم کمیسیون مستقل انتخابات روند شمارش آرا را متوقف نساخت بل این روند را ادامه داد حالا اگر نتیجه را اعلان میکنند چی ابتدایی چه قسمی و چه هم حالا 75 فیصد و 100 فیصد. چقدر میتونه که مدار اعتبار باشه با توجه به اینکه مردم به جاده ها ریختن و خواهان محاکمه تقلب کاران چه در کمیسیون و چه در بیرون از کمیسیون شدن بسم الله الرحمن الرحیم ابتدا اجازه بفرمایید به جناب شما و همکارای عزیز و از طریق تریبیون شما سلام عرض داشته باشون به تمام بینندگان خوب برنامه شما جناب شما و مردم شریف افغانستان مستحضر است برخلاف توقع دشمنان از این خاک از این میهن و از این مردم مردم افغانستان هم در روز 16 حمل و هم در روز 24 جوزا آنچه که شایسته مردم شهید پرور افغانستان بود یک همایش بسیار ملی را به نمایش گذاشت و بر جهانیان یک پیام مثبت که او نمایانگر سلطلبانه و دعایی بر حق مردم مظلوم افغانستان بود و اثبات رساند بله این یک چیز ما امیر 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 با شرکت گسترده داشتن در این مقدمه ولی میگم به شما میم ما یک چیز می خواهیم بگوییم که ما تعجب می کنیم هر باری که یک گری با وسته دندان امکان خلاصی و گشادگی را داشته باشه حواله کردن دندان به او چه مناسبتی دارد ما در طول 13 سال گذشته همه تجربه کردیم یک عالم بسیار دین بزرگوار که از هندستان خوانده بوده بود در منطقه ما در همه جنگ داخلی می که انقلاب است نه حساب است نه کتاب است چیزی که به جیب ما در او حلال است و حق است چیزی که به جیب دیگران است حرام است ناحق است و متعجبتر از این هستیم که نمیدانم که عدالت بر مبنای چی در کشور ما تعریف میشه و تعریف عدالت هر جا که ما میبینیم تعریف عدالت همیست که جانب برد ما باشه و ما ما رقب به جانب بدانه یک این چنین تعریفی را ما در دهه اخیر ایرا دار ایرا دار این را داریم تجربه میکنیم یعنی شما ملاحظه فرمایید شما در شما مورد هر دو تیم شما, دو شما بله بله شما ملاحظه فرمایید ما میرا میگیم امی آخر بالاخره امی, امی سیاست مدارای ما امو کسایی که کاندید کردن امو کسایی که مردم افغانستان را سه ماه مکمل میشه که حتی در اوایل دو ماه پیش از کمپاین اول فرار سرمایه از اینجا وجود داشت سعود سرساماور قیام شما در کابل در دیهات دوردست مشاهده میکنین فلج بودن تماما کار را بیکاری مردم را در 13 سال ایوازی که بیماری های مردم تداوی شود ایوازی که کمبودی های مردم پاسخ بگوید به می و نایرنگ و به اصلا دزدی و دغلی بلی. و چی پیش شد من امیر 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 که عامل همه ارگ ریاست جمهوری و کمیسیون مستقل عمیره انتخابات است یا نه امی فرهنگ باید از بین خود ما و شما است است بر داریم که برف دیگران را به با 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 بام دیگران نه اندازیم همیشه هم ما باید ارگ را مقصر نداریم دم دور ارگ کیا بودن امی ارگ کیا وردن برای ما شما بگوین امی شما زمان فرق میکنه شما ببینید برادر ما گفتن دوست ما گفتن که ما در پارلمان بودیم در دوره 15 هم ما قانون انتخابات معتبرترین قانون بعد از قانون اساسی افغانستان داریم فضل خدا و قانون اساسی اص افغانستان در همین منطقه آسیا بی‌نظیر است با 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 اکثر کشورهای همسایه و دور نزدیک قانون اساسی شما در کمیسیون تقنین ماون بودیم ملاحظه کردیم بله. ببینید شما, شما اگر شما میخواین بگم که انتخابات در دور ما اول برنده خود را انتخابات رفت و نداشت. دور دوم و نتیجه این انتخابات هر دو تیم انتخابات همین دو گپای خود خلاص کنیم اجازه فرماین گپ از جنجال از کمیسیون برآمد همین از کمیشنرای کمیسیون کرد که ما زیادیش هم نمیشناسیم همین نامزدای محترم بودن در دور اول هشت نفر در دور دوم دو نفر دور اول چرا امی امی اعضای کمیسیون مستقل انتخابات خوب بود کارکرد کرد کمیسیون شکایت انتخاباتی خوب بود خود تازه خو یک 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 بررسی دیگه هم کردن بیش از 5000 کارمندای موقت خود برطرف کردن بسیار بسیار کارمندای دولتی معتبر به حساب بر کنار کردن بسیار رسیدگی صورت گرفتن حالا آمده مردم شهامت خود را نشان داد مردم حضور گفتگو نشان یک نقطه را من متوجه بسازم زمانی که یک تیم انتخاباتی تقاضا کرد که باید 5000 یا 3000 کارمند کمیسیون و مستقل انتخابات برطرف شد و اونا گفتن که ما سه ماه اینا را کورس دادیم بعد نمیشه که ما اینا را برطرف بکنیم در کجا اینا را برطرف ساختن یک چه ثبوت وجود داره و دومی که اگر برطرف ساختن پس به جای از اینا چه افراد را آوردن و آیا اون سه ما کورس که برای کارمندان گذاشته خب، داده بودن ما... برای از این کارمندان نو چرا دادن یا نه فقط شو، شو، گفتن شو، شو، که برطرف ساختیم ما برطرف ساختیم در قانون اساسی افغانستان مسئله تدبیر پروسه ملی یعنی انتخابات را هر نوع انتخاباتی که باشه از صلاحیت های منحصر به فرد کمیسیون مستقل انتخابات قرار داده ولی هیچ در حالت وجود نداره کمیسیون, مستق... کمیسیون شکایت انتخاباتی هم در اونجا تذکر داده نشده بلکه در قانون انتخابات تذکر داده شده حالا ای بیش از صد هزار یا, یا بیشتر از او کارمند را که موقت یا غیر موقت استخدام میکنه حالا شایستگی شهرت تمام اوصاف پذیر به اصطلاح کی, با کی با اه اه هر کس به اصطلاح بنا خودش باشه ایره خوب میگه بنا به میگه این به نظر ما ما, ما فکر می که تیم اصلاحات همگرایی اجازه میداد که کار کارکرد آلی که توپ به میدان کمیسیون مستقل انتخابات و شکایت انتخاباتی بود مطابق قوانین ناپذیر کشور اول ببینیم که رسیدگی به شکایاتی که در خصوصا در فاز یک است چقدر به صورت میگیرد و کمیسیون مستقل انتخابات واقعا طرفانه آرای پاک را از آرای ناپاک جدا کرده تصمیم میگیره یعنی پیش از پیش قضاوت کردن پیش داوری کردن و مناسبات را به تعلیق در آوردن من فکر میکنم که به مو شعر سعدی میماند که وقت ضرورت چون ماند گریز دست بگیرد سر بشکار آقای خبیر آقای زاده چرا اجازه ندادین که کمیسیون انتخابات کار خود را تمام بکنه بعد نتیجه اعلان شد و بعد از او شما تصمیم بگیرین فکر نمیکنین کلا حالا پیش از پیش تصمیم گرفتن هم یک نوع جفا است اولا اجازه بدین که در رابطه با گیری کمیسیون مستقل انتخابات چند بحث ما شما در خورشید اما گفتن که در بحث ما پیشتر برتون گفتم که اول انتخابات این مسائل را مطرح نکردین مطرح کردیم شما حضور داشتین ما از تیم اعتدال برابری در میزا سم میگرفتم و این بحث ما می بود که کمیسیون ها بی‌طرف نیستن و این کمیسیون ها با این وضعیتشان انتخابات به بحران میبرن شکلگیری معرفی از گزینش ازا، همش زیر نظر ارگریاس جمهوری و افراد دستچینه بود که حتی ما پیش از پیش خبر داشتیم که کی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات میشه در یک مصاحبه در رادیو آزادی خودم سی روز پیشتر رئیس کمیسیون سم را سی دیگه شکایت رسیدگی به شکایت انتخاباتی را نام گرفتم که فلانی شخص رئیس این کمیسیون خواهد بود چنین شد سر از او بحث نداریم که مستقل است. مستقل نیست مردم افغانستان میبینن نامزدهای ریاست جمهوری احمد دیدن فرزان صاحب در تکت پیشتر در یکی از ستات ها بودن شاهد قضای هستن یک بحث بحث دوم در رابطه با این که چرا ما منتظر نتایج نبودیم و چرا انتظار نکشیدیم به دلیل بود که آقای امرخیل با تمام اسناد مدرک و صندوق که دستور داده شده بود که از کابل بیرون شد و به یکی از بولسالی های کابل انتقال داده شد در حضور داشت پلیس و در با مداخله پلیس این آرای تقلبی و این آرای که به خاطر سازماندهی شدن و پر شدن به نفع یک کاندید فرستاده می دزگیر شد دستگیر شد قماندان امنی شهر کابل حضور یافت آقای امرخیل حضور یافت رئیس قماندان امنیت گفت که ما در جریان نبودیم که این صندوق ها کجا مگذره وزیر داخله هم اعلام کرد که ما در جریان نبودیم این صندوق ها زمانی که می به طرف در روز انتخابات زمانی که کمیسیون اینقدر ناکاره است و اینقدر در عدم رهبری قرار داره که در روز انتخابات صندوق انتقال می ته بدون از این پیش بین باشه شما شاید بودین که در رسانه ها گفتن که چند روز پیشتر از انتخابات که در تمام محل ها مواد احساسی فرستاده شدن ما پیش بینی هایی را داریم آمار ارقام از دسترس ما هست در روز انتخابات چگونه میشه که صندوق های به طرف محل فرستاده شود یک بحث بحث دومی که در بسیاری از محل هایی که آرای تیم اصلاحات همگرایی بود مراکز در اونجا مسدود شد در بسیاری از ولایات ناظرین ما آمدن گفتن بر ما اجازه داده نشد که ما سر صندوق های رای حضور داشته باشیم در بسیاری از ولایات ناظرین ما بندی شدند در بسیاری از ولایات صندوق پر شد شب انتخابات صندوق پر شده بود بعد از همه گذشتیم اما زمانی که امرخیل دستگیر شد با یک کنفرانس مدباتی که رهبری تیم اصلاحات همگرایی داشت بحث را مطرح کرد که وظیفه آقای امرخیل به تعلیق در آورده شود در یک جرم گرفتار شده جرم مشهود است پلیس حضور داشته خانه تحقیقات هستیم که این صدقه ها به کجا میره و به چی دلیل میره این خواست پذیرفته نشد طرف دعوا کمیسیون باید احترام میکرد و دو طرف نامزد اگر واقعا مستقل می بود حکومت در این عرصه مداخله نمی کرد با اول رهبری تیم اصلاحات همگرایی تصمیم گرفت که باید پروسه را بایکات بکنه از یک طرف هایی که مشروعیت کمیسیون مستقل انتخابات را و استقلالیت کمیسیون انتخابات را زیر سال بر بحث دومی بود که پیشتر هم اشاره کردم انوز انتخابات ختم نشده اشاره میشه که هفت میلیون یا بیشتر از هفت میلیون نفر پای صندوق های در حالی که به اون میزان اما ارقامی که در سر ما قرار گرفته به اون میزان افراد به پای صندوق های نرفت از اینجا بود که سیستم انتخابات کمیسیون مستقل انتخابات به گونه است که اگر شما از مرحله اول انتخابات گذشتین سکوت کردین بعد میگن خیر روز اول شما استاد نشدین نتیجه ابتدایی اگر اعلان میشد اعتراض میکردین بعد میگفتن خیلی چرا شما چند وقت پیشتر اعتراض نکردین خیلی وقت اعتراض چه وقت است امروز نیست فردا نیست فردا نیست نتیجه ابتدایی بیرون شون نیست نتیجه نهایی اعلام شو نیست در کل میخواین بگین هر نتیجه را که کمیسیون مستقل انتخابات اعلام میکنه مورد قبول تیم شما نیست تا زمانی که افراد را که پیشنهاد کردین که وظیفه به حالت تعلیق نیاید دلیل چی است دلیل است که اول این شمارش دقیق صورت نگرفته تقلب صورت گرفته در ولایت های جنوبی کشور آمار را که ما در دسترس داریم به مراتب میزانش بالاتر رفته و تقلب های یک صد هزاری صورت گرفته به این اساس ما خواهانی هستیم که در بسیاری از ولایت نه تنها در این پنج ولایتی که در دسترس ما قرار گرفته که تقلب های بسیار گسترده صورت گرفته حتی در دیگر ولایتی که اگر تقلب صورت گرفته انتخابات دوباره پس تکرار شده. نکته اساسی دیگر را میخوایم براتون بگویم تیم اصلاحات همگرایی در وضعیت فعلی با وجود که 7 میلیون یا 14 میلیون وجود شرایط رای داشتیم از 14 میلیون واجد شرایط رای در دوره اول انتخاباتی 7 میلیون اف فرد افغان یا واجد شرایط اشتراک کرد ما مسئول هستیم نسبت به 7 میلیون واجد شرایطی که در دوره اول بود در دوره دوم کمتر از 7 میلیون نفر پای صندوق رای رفت ما از او آرای مردم و از او آرای مشروع که به خاطر یک حکومت مشروع به خاطر حکومتی که به بخ... اساس دموکراسی به اساس انتخابات استوار از دفاع خواهیم کرد در نهایت 16 میلیون متباقی غیر واجد شرایط است که اینها افراد هستند که منتظر هستند که این بزرگان و این واجدین شرایط برشان چی تصمیم میگیره ما از اینها مسئول این, این آرا هستیم و از اینها باید دفاع بشه در نهایت هفت میلیون فرد که اشتراک نکرد سرنوشت از اینها به مراتب به ما مهمتر گپ آخری که 5000 فرد را که میگن که برد کنار شدن معلوم نشد که این 5000 نفر اول سوال که شما گرفتین من پاسخ نگرفتم که چه قسمی 5000 نفر برکنار شد در صورتی که برکنار شده باشه باز هم افراد رفتن جابجا جا شدن اشخاص رفتن جابجا که رابطه نزدیک و تنگاتند داشت آخرین بس دیروز رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی ولایت تخار استفادت و واضح گفت به خاطر اینکه تقلب صورت گرفته به خاطر اینکه کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی در پروسه مستقیما دخالت داره جمع حکومت افغانستان بناان با احترام به این پروسه به خاطر اینکه روز تاریخ در مورد این فرد قضاوت نادرست انجام نته از سمت چون استفاده تشکر بول هاز مجموعه این که شما در کنار بگذارین نتیجه این انتخابات و یا اینکه چرا نتیجه انتخابات پذیرفتنی نیست یک دو سوال ما در میزا شب قبل میشنیدم که میگفتن که نتیجه انتخابات تیم اصلاحات هم گرایی نمیپذیره در حالی که با کمیسیون مستقل انتخابات تعهد داده شده که ما نتیجه انتخابات را میپذیریم بله انتخابات مشروع را میپذیریم انتخابات عادلانه را میپذیریم انتخاباتی انتخابات که در اونجا تقلب نبود میپذیریم انتخاباتی که در او عدم مداخله حکومت می بود او را میپذیریم و انتخاباتی که بر اساس رأی واقعی مردم استوار باشه او را میپذیریم در غیر از او سایر بحث ها و سایر موارد را که حکومت علاقمند است که این انتخابات را به بحران ببره سناریو را که شما پروی دست گرفتین و سوال کردین او رو روی کار بره با این بحث ما موافق آقای فرزان بحث تشکیل اداری موقت همچنان سه چهار روز است که بیشتر در صفحات اجتماعی و بیشتر در سی چهار ما پیش مطرح می شد فکر می که همون سناریوی تشکیل اداری موقت است که عملی شده میره یعنی نتیجه انتخابات اعلان شده و به 200 هزار یا 300 هزار تفاوت یک تیم برنده ایلان شد و بعد تیم دیگری او را نپذیره و اینجا میانجیری شد و بگویم که تشکیل اداره موقت یا پیش از او فکر میکنین که افغانستان پس دوباره به عقب بره و اداره موقت اینجا تشکیل شد اول خوب باید مش بده و پایجو چه او افغانستان افغانستان ندی چه دولست کلمه که افغانستانو هیت سوک هغه سياساتمداره لکه په خوا د افغانستان څخه بهار یو په افغانستان کې د نن د افغانستان ټول ولسمه ملت یو اورخته پرېژد یو دی د غوی د سرنويش لپاره د څو پمنځ کې جوړ جاړی و کیو تصمیم ونیسی دا موځواتی موقتی دربرامونست کیږي او بیا به اساسی قانون کې تغییر راځي او د چاله لپاره چا میشغ وړي چې په قدرت کې وو شي او هغه یې ماده خلکو پرای باندې نه لري زمينه د لپاره مسايده شد صدرات چوکی خپل ځان ته واخی او, او ریاست سره وی بشته د افغانستان د ولست تصمیم دي او افغانستان د ولست لپاره خو به راغونځي او راوړم او میګم کومه نتیجې د انتخابات نن په زیرم تقلب کارون باید برطرف شون کسان کې هم تقلب کړن اونا محاکمه شول خو کسان کې تقلب کړن دوه تیم انتخاباتي سو تقلب کارون هم در کمیسیون ته کیږي دن بعضه هاي شانه د څه د هیت یو موضوع له قانون څخه ما فوق نه ده او هیڅ یو تونس ته په قانون کې پيشبیني نه دي کموژ <مشت> د افغانستان اساسي قانون مونږ چې لمخې څخه په چوکات کې د حکم پر بنسټ انتخاباته سره سويتي او ټولټمونه چې د انتخابات کمیسیون ته تللي دي هاغه خبره چې ځان کاندي تاوه او د کمیسیون د خوا څاخه ورته خبره په مهمه امضاء کړی ځان زحالت از یو ولایت ک نوفوزش 400000 700000 راي مې 200000 راځه شما اولا به عنوان از ان کې قبلا در یک تیم انتخاباتی بودین قابل قبول است ما ولشي هیڅ شي د قانون څخه د پیشبیني څخه وته لېنې دي قانون پیشبیني کوي دا چې اعتراضونه راوستکيږي د تقلوب احتمال سره د تخلوب احتمال سره او نارضايتي به وي ګوریم هلته 2 مليون او تقلوب شو 3 مليون تقلوب شته د راني انتخاباته مشروع اصل ان چې انتخاباته تعریف کوي د قانون اساس په څنګ خبري وکم نه 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 لهم دې وجه شکایت کمیسونستا د شکایت کمیسون وظیفه په په یو ډول باندې شکایت کمیسون محکماده د دې لپاره چې د تخلوب او د تخلوب موارد وڅیړی د اسناد او د شواهد او د مدارک پور بنسټ ونی یا لهذا زه فکر کوم چې موږ باید خپل حقوقي او قانوني بنسټونو ته احترام وکړو او زموږ سیاسيون هغه څوک چې د امدغه قانون پر بنسټ باندې ځان کاندید کړي دي مبارزه کوي د خلکو ته زحمت ورکړي دي لهذا و ګوري چې قانون سوی اورسته قانون مخې مخته ولاړ سیو لهذا یو موجودا بله په افغانستان کې دقیق څارنۍ نه ده افغانستان کې کوم ولایت چې په کارټه راځي دي هېره د ماتي جوازات تروس پر تروس پر یوه برشنایی تذکیره نجی توذیه سی د کمیسیون د انتخاباتو چې په کلونو کلونو لدی لپاره کار کوي مديریت انتخاباتو کوي کاغه تخمین نسی وهلای بلکوم څوګتي کوم اورګان دي چې هغه تخمین وایي چې په پلانکی ولایت کې دوغنه نفوس دی او دوغنه واجدین د شرایتی او دوغنه رائے ورکوونکی لہذا موږ باید وګور یو زه من هسته یو دی یو دی یو ځوان من هسته دی یو تاند یو چې زه دا مسلې ته ګورم نه راځي چې د کوم ټیم څخه دی پاکوم سپینه پانی درای در ور کولو د کمیسیون د انتخابات څخه راوټلی دي او مازلا پر سپینو پانه پا نه پر سندخونه باندې چې د خلکو راي پکښلوي دي آیا ته کوم قانون لمخېڅه چې جناب بلوی زاده صاحب وایي چې لکه هميشه په مطبوعات کې د موضوع ډیر حساسوي او تبلیغات کوي د ګواکې د جرم عملا پر جرم باندې ول کوي د درنچا وظیفه د قانون د مخڅخه د صلاحیتونو لمخڅخام داده چې تسهیلات برابر کړي ټول مواد لوجيستیک لهلاسه ځخاو ټول مواد چاپېد او زمانه کړه د قانون هم ویل چې د زمانه کړه د غولسوالی ها انتقال شوه باید پولیس همرايي شون وکنه چې دغه هیڅ پولیسه حضور نداشته و میخواستن که خودشان انتقال بتن آنچه که گفته میشه به منزل یکی از نمایندگان مجلس بر اونجا خانه پوری شده یا مارکشاپ پس دوباره برگشت داده شده به کمیسیون اما دا... آنچه که مهم است خواست مردم به مراتب بهتر است برای دولت افغانستان یا بودن آقای عمرخیل در کمیسیون یا در افغانستان خلق اما این خواست مردم کردن میگن تقلب کارا و نشانه انگشتشون هم به طرف آقای عمرخیل است در افغانستان تول ملت ندی. در افغانستان تسوگ بلکه را یک څه ماده ځانګړې چې له سلام تامام مردا داسې آرام بس وکړه داسې دا یو خاص سلام پوسحق بوي دی چې ځواب خاصه مردا مهم است یا بودن آقای عمر خل در کمیسیون داسې چې دا یو خاصه مرحله ده د انتخاباته مخکې مرحله نه ده خلکو رائے ورکړې دي صندوقان دراو رائے ځکه دو په حالت کې دشمیرو وخت په دغه سی وخت کې حساس وخت کې د یو چا لري کول پرتل دی چې پاملینونو د افغانستان ولست چې د شاته پاته دی د غول لپاره مقنني جواب نه ای اسناد او مدارک او شواهد وړاندې نه شي چې ولې دا سړی لوضیفه تا قانون نه دی پیښه د فکر کوم چې خو بز باید ډيري اساسات په قانونو پچوکر وظیفه ش نه سکه انتقال به مګر انکه پولیس د کوم قانون پر بنس پولیس د کوم قانون پر بنس خو په اساس طرز عمله کمیسیون مستقلی انتخابات زمونه که برغه ها انتقال داده نشه نبه نواهي بلکره بروال سوالي ها اس کورچله اونها اوه. اما هیڅ پولیس نه ميباشه و اين مواد ميخواهي انتقال وطن و درمقابل قماندان امنيه کابل هیڅ گفتني نه ميداشته و شاقي امرخيل بل ميگم مير انتقال ميدادم او هم ساعت 3 بجې ماي اجازه راکي زغبل خبر او کم د شاغلي امرخيل پرتباد د کميسون موقتي وضعيتي کميسون سخته صوباي دي واستازي راغور يغه با خپل دفاع کوي من هيز دي وليدون کي زو 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 وایمه چې د امرخیل مسأله د دې پر ځای چې ډیر په خپل د قانون په چوکات کې د تخلوپ په چوکات کې د حقوقي بنسټونو لخوا څخه ډېر سیاسي او طبقاتي سوځي استفاده د اما سنو د مخشو شو لپاره عبدکلی ملی پروسه د انتخاباتو د د سوال لاندې را وصول لپاره ورڅخه استفاده وسو تشکر هرڅه د شینقای بلوز زاده کوتا شرم وکړم چې صندوق در روز انتخاباته انتقال دده شي در حال کې در قوانين رایپان کمیسیون بینی است کې حבל انتخابات باید شما در محل... در محله های رایدهی باید ورقه های رایدهی انتقال بدهشه در روز انتخابات چره این و این حادثه سرعت بل... نه 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 پمزارک په لومړی راوند کې چې کله رايپانې کمیټه وله همدا ډول اصلاحات او همګرایی ټیم خپل غشتنو چې وله کمیټه اولی پر وخت نه ورسېدل له همدې راي ورکوونکو حق دی په کندهار کې چې په زرغونانه لسکې رايپانې کمیټه وله کمیټه مطبوعات او جګړه کې کمیټه باید جر رايپانې ورسې ترڅو چې خلک په کتر کې ولاړ دي وخت ځاینس او راي ورکی یا زه فکر کوم دا سوال نه دی سوال دا دی بېتون له پلیس پلیس چې دی یواز د امنیت لپاره د دله لپاره چې طالبان تراملي لاندې نه نسي مواد ځای نه نسي خلک ځای نه نسي حق د پولیس تخbait کومک ورشتل سي اما د پولیسو د کومک ماس یو د رایپان رئیسل ماس یو لدی چې هغه معلوم سي چیرې وړل کېدلې آیا واقعا تخلو پکښ سوي نه دي سټینی پانی جو په ملیونو سټینی پانی بلاغ دي چاپ کړی ته د دې موریت نه دي چې موږ خولي پروسه د انتخاب تر سوال لاندې راو خانم گلانی بحث اینجا هست که حالا گفته میشه که انتخابات دور دوم هم به نتیجه نمیرسه یک فکر که شده که باید در ولایاتی که حالا تعداد رایشان بیشتر از آنچه که تصور میشه و بیشتر از آنچه که نفوذ رایدهندیشان است برگه های رایدهی اونجا خانه شده دوباره برگزار شده و بحث کلانتر از او هم مطرح شده در بین بسیاری از سیاسون افغانستان تشکیل اداره موقت شما چقدر با این دو دیدگاه هم موافق هستیم خب ما اول می به همون قدر که دیگرها وقت دادیم بر ما به قدر وقت مسایی بدین بیاز و زنا در افغانستان فایمال است اولی که ما میخوایم بگوییم بگویم که چرا نقش ملال متعیده ما گفتم که برازی پروسی مهم و برای زود یک وقت اساس که قابل اعتبار نیست به خاطر از اینکه اینا در گذاشته هم خیانت ها بر اهلای ملت افغانستان ملت مجاهد افغانستان کردن و خواستن که مجاهدین ناکام کنن و اونا و جنگ جنگای داخلی شروع شد اینو باز تکرار میکنم به این خاطر که ان الان امیک ملل متحد هیچ برنامه بر خیرافیت افغانستان نداره بر صلح نداره بر ختم جنگ نداره هیچ چیز نداره و هر چیز خوب میگه هیچ چیز خراب نمیگه یک مسئله مسئله دومی که یک تعداد کساستن که هر روز جنگ سالار گفته روان مجاهدین بد گفته روان بلند منزل دارن که نفهم چطور دارن یا ای که مثلا آقای اشرف غنی احمدزی میگه که ما سرمایه جنگ نیستم و به خاطر که تو سرمایه جنگ نیستی که تو در جنگ نبودی و اینمی ملت مجاهد افغانستان قربانی دادن جهاد کردن دو جنگ پیش بردن در یک وقت که جنگ به خاطر عرض سلامتی اسلام و دیگر جنگ به خاطر آزادی افغانستان اگر مجاهدین و مردم افغانستان قربانی نمیدادن امروز تو غنی کوف پوف بودی که یک منطقی از اروسیه اینجا می بودن. از او خاطر است که یک آدمی که خدا تعلیم یافته میگیره و نباید توهین کنه هر روز نه بلند منزلی نام میگن بگوین که کی دار از مجاهدین و پتون پوشایی که امروز آمدن بیلونرشون در دبی آپارتمان ها و خانه دارن در اروپا دارن در دیگه کشورهای غربی دارن به میلیون ها دلار در حساب بانکی است و امروز در قدرت وزیر هستند و یک اقتدار وزیرای که بودن در, در تیم دیگه هستن این مسائل است که مردم افغانستان کل گیره میشناسه که کی چی کرده میام در ارتباط از این گپ... گپتان که تقلاب بسیار زیاد صورت گرفت در انتخابات دور دوم یک مسائل امنیتی بود بسیار خوب بود یا خراب بود من به لسی عبیبیا رفتم رای دادم آقای شاداب در لسی عبیبیا که من رای دادم در ایچ کس زیاد نبود یاک مثلا مسله دومي کې ما وختي کې برمادم د پښت دیوال د دا داخلي لیسي ابيبيہ با ما موندهودان د سر شکسټ ل موندهودان وختي کې ما برمادم یم بام انفجار کړ و همونجا تکان دادک و آقای خلیلی در اون وقرهای میدادن که یک پلک هم خم نکد این مسائل این رقم از ششونیم بجه صبح اینمی صداها یا اینمی بمبای سوتی هزار گوشه کنار شهر کابل صدای شونیده شد دیگه ای که مثلا بعضی کسا بخی بر پلان شدگی در نقاط مختلف شهر کابل می آمدن که به نمبر پنج یا مثلا برای تیم تداول یا تداوم رای بتین یک برنامه منظم بود یا مثلا امی قسم واضح میفتن مخصوصا در مناطق که زنهای بیچاره از اطراف آمده بودن یا از اطراف کابل آمده بودن این مسائل بود خیلی وقت ما کم است فکر میکنین که انتخابات نتیجه نمیده آقای خبیر با اداری و اداره موقت تشکیل میشه و ما عقب گرد می داشته باشیم ما اول معذرت میخوایم که وقت کم است نگوین برای ما وقت بتیم خام لا وقت دارم ما از جناب بلشزاده زاده صاحب یک سوال میکنم همین که کمیسیون به حالت بوده و پشت سر صحنه آقای کرزی ارق قرار داشته امی مشکلات را داشته چرا امی تعلیق مناسبات و بایکت را در دوره بعد از انتخابات دوره روز 16 حمل چرا نکردن؟ یک سوال از پاسخ بگوید یک مسئله مسئله دوم های رئیس کمیسیون شکایت تخار قصه کردن که امروز از انتخابات چند روز تیر میشه؟ اگر تقلب بود یک اگر یک هفته تیر میشه؟ اما اما بیگا یا اما بعد از زور یا شام ای اگر این تحمل کرده نمیتانه واقعا این مطابق اندیشه ملیش نبود چرا استفاده داد دو سیوم ای سوال میکنیم که در جلال آباد بروی مردم تیغ کشودن شاهد است چندین نفر کشته و زخمی شدن چرا یک بار از اونا یادواری نمیکنن آیا حق می رقم قماس گفتنش؟ آدم چرا واقعی ببینم ما یک چیز از زمین تریبیون میگم خب آنه شما ما آقای خبیر ما چرا ما کار یک فرد رفت میتین به یک تیم؟ از اما تیم حمایت کردن امی کار امی یک فرد چرا رفت باید داد به با یک تیم؟ امی انجینر عبدالغفار وکیل پارلمان به خاطر ستاد اصلاحات همگرایی برای مردم آتش کشد این سعی شد یک مسئله این را هیچ وقت یادوار نمیشن چند هزار شکایت رسیده بیشتر از نیمش مربوط تیم تحول میشه صحیح شد باید سخنگوی شونا را بگویم ما یک چیزا میخواهیم بگوییم دیگه با سرنوشت مردم مظلوم و شهید پرور افغانستان با استفاده از نام جهاد با استفاده از نام اسلام با استفاده از نام دین بازی نکنن و مردم افغانستان را به طرف قهقرا نبرند. ما یک چیز میخواهیم بگوییم اجازه بفرمایید حق ماست باید بگوییم خب مسئله امرخیل سر از عزیز زیاد فوکس میکنن که فکر میکنن که یک نقطه ضعف است از هر طرف که دلیل جمع میکنن این دلیلم با هم نمیخوره به لحاظ اینکه در روز روشن در مزار در بسیاری جاها همون روز ما هم از مطبوعات حاضر ناظر شاهد بودیم که برگه های ریدهی های ریدهی را یوسف نورستانی امر داد به جاهایی که کم بود است که از ساعت یک تا دو رساندن آقای امرخیل هم به سروبی و بعض مناطق میرسان نه در طرز العمل نه در کمیسیون انتخاباتی مسئله سکورد بودن به اصطلاح چی کدام شرط داشته باشد بفرمایید ما یک چیز میخواهیم بگوییم دیگه افغانستان نمیخواهد ملک و توایفی شود دیگه افغانستان نمیخواهد که آرمان تشکر. و آرزوهای به اصطلاح دیگران را سرشان تامین شود خیلی کوتاه جواب بدین آقای بلوچ زاده یک اولا روز 16 حمل زمانی که نتایج اعلان شد ما در تیم اعتدال برابری بودم 11 فیصد رای گرفتیم و به خاطر احترام به این که دموکراسی نهادی نشوه افغانستان از قطبی شدن و از قومی شدن جدا شوه و انتخابات دور دو برگزار شد رفتیم با تیم اصلاحات همگرایی و در نهایت دکتر سبب عبدالله هم در چنین وضعیت به خاطر اینکه برای اولین بار دور دوم انتخابات برگزار میشه در افغانستان احترام کردن با وجودی که آرای تقلبی هم وجود داشته از طرف تیم های مختلف اما آرای از اینا را زیر نام تقلب کاهش دادن تا 45 درصد یک نکته گپ دوم ما ما به عنوان یک شهروند افغانستان به عنوان یک کسی که در این سرزمین هم ای ظلم ها و ستم ها و این شدیم بگم که هر تیمی که تقلب کرده تقلب پاک شود ما مخالف تقلب هستیم ولو که تیم اصلاحات گری اگر در جای اسناد دارین ارائه بکنید به کمیسیون سم شکایت انتخاباتی لطفا اسنادتان درج بکنید که به این شکایت ها رسیدگی شود اجازه بدین ما صحبت ما تمام کنم در عین زمان ما خواهان تقلب تیم رقیب هم هستیم که اگر تقلب صورت گرفته این تقلب پاک شما نمیگیم که در افغانستان تقلب صورت نگرفته تقلب صورت گرفته جلو تقلب بگیرین تقلب آرا را پاک بسازین بریم به طرف شفافیت انتخابات نکته سوم را میخوایم خواهیم بگویم دم از دموکراسی حمایت میکنه شخصا و تیم ما مخالف حکومت موقت است به دلیل که ما انتخابات برگزار کردیم مردم رفتن پای صندوق های رای یکی از دو نامزد با پاک شدن آرا برنده خواهد شد آرای تقلبی را تاکید میکنیم پاک شد اما ما با احترامی که با خانم فتانه گیلانی دارم ما ناگوزی رسیم در وضعیت فیلی وقتی که حکومت با ما جفا میکنه کمیسیون مستقل افراد که به ضرر تیم و به مردم افغانستان کار میکنن فعالیت میکنن دست به کار شدن ما ناگزیر هستیم به سازمان ملل مراجعه بکنیم سازمان ملل در شرایط فعلی در وضعیت فعلی یگانه راهکار را میتونه جمع ناظرین اتحادیه اروپا فقط میخوایم ما میره جمع نهادهای اتحادیه اروپا جمع های جامعه مدنی به طرف های مرتبط به انتخابات یک گروه شکل بگیره یک گروه شکل بگیره که این گروه به کمیسیون مستقل انتخابات را مشوره کمک بکنه که از بحران بیرون شویم ما آرا را پاک بکنیم بریم به طرف شفاف در آخر می خوام بگم که ما مطابق با قانون رفتار می کنیم پابند به قانون هستیم ولی نافرمانی های مدنی وجود داره و این یک اصل دموکراتیک 30 ثانیه خواهر فقط 30 ثانیه بالا سازمان ملل متحد از منظر سیاسی اگر در هر پرابلم کدام نظر داره دیگه ما فکر میکنیم که با وجود قانون و وجود کمیسیون ها ما فکر میکنیم که دیگه مداخله کردن نمیتونه یک چیز دیگه هم بگیم پاپشاری اصلاحات همگرایی چند روز به این طرف تازه به که انتخابات دایر شود تا اعلان پیروزی اصلاحات همگرایی ما فکر میکنیم که این در شکل چند جان یک نق... چند نقطه میگم لطفا آدم ها امی های مدنی حق مردم افغانستان است ولی یک چیز یک می بگویم که افراد فرصت طلب و خودخواست خدای نخواست عرکت های مدنی خراب نکنند وزیر داخله رئیس امنیت ملی از تمام بازیام ها از تمام تقلب اینا باید نظارت کنه نه مانه به طرف باران بره آقای فرزان انتخابات نتیجه نخواهد داد یا نتیجه میتوا برنده خدا داره و مردم هم قبول میکنه انتخابات نتیجه ورکوی نتیجه ورکوی افغانستان خلق دموکراسی غوری افغانستان خلق نور دیت نه جامد چې طلب او چې کی طلب او چې کی خوشی د دل لپاره استعمال کړه د سیاست څخه استفاده و او یا په دې باندې وې کړی او تنوید پتلون دی هغه دی ملنګو شکایت جواب هیچ کس هم نداره که بیترامی کنه شاداب جان هیچ کس مثلا نتیپا که نفر آقای قیوم کرزه است اینا آمده جهاد افغانستان افغانستان سرمای احترام لری باید افغانستان در خلق رائے تامیت و این سفارت خانه لري راجع سفیر انگلیس میکنه دیگه مثلا ها در پروسه انتخابات مداخله میکنن اونای که در دالر غلطسن اونای در افغانستان حق در شکار یک جهاد ویترو میکنن از نام دموکراسی و دموکراسی سو استفاده میکنن Terima kasih telah menonton!